خودمون را به منطقه موگوی و روستای خویه رسوندیم. دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه مالک اشتر حدود 20 روزی است اردوی تابستونی خودشون را در این منطقه شروع کردند. رشته بچه‌ها هوافضا است، کشاورزی است، برق صنعتی است. اومدن اینجا واسه خدمت کردن به مردم. دانشجویان رشته عمران با حضور در چادرهای عشایری وظیفه ارزیابی را بر عهده داشتند. آب کشاورزیشون مشکل داره، آب شوربشون هم باز مشکل داره که حالا اینا بحثایی بوده که تو جلسه شناسایی مطرح شد. پس از ارزیابی‌های اولیه و مشخص شدن نیازهای روستاییان، مصالح تهیه و ساخت و سازها شروع میشد. چشمه خیلی مهمه. چند تا عشایر لرستان، چهارمحال، اصفهان هم از اینجا رد میشه. داریم یکی از این چشمه‌های روستا که مال عشایره رو درستش میکنیم. چند تا پروژه در دست اقدام دارن. یه دیوار مسجد هست پشت اون مسجد میخوان درست بکنن. در کنار تیم ساخت و ساز، اعضای گروه فرهنگی هم برای ارائه مشاوره به خانه‌های روستایی و چادرهای عشایری سر می‌زدن. گروه‌هایی که هستن 15 نفر خواهر، 15 نفر از برادرای آموزش دیده این مسائل هستن که حالا مشاوره میدن. این دانشجویان پرتلاش در نیمی از روستاهای منطقه حضور داشتند. اینا 6 روستا رو پوشش میدن بر اساس اولویتی که مشخص کردیم. حدود 110 دانشجوی دیگه هم از دانشگاه امام علی علیه السلام در صف انتظار هستن تا بتونن خودشون را به جمع جهادگران اردوهای جهادی در چهارمحال و بختیاری برسونن. تا پایان تابستان امسال با اجرای بیش از 50 طرح عمرانی توسط جهادگران اردوهای جهادی در دهستان موگویی قرار هست که بهداشت و سلامت 5000 نفر از عشایر منطقه تامین بشه.